با سپاس آقای رئیس، با تقدیم احترام فراوان به دکتر شهید از وی برای ارائه گزارش‌های دقیق و کوشش‌های خستگی ناپذیرش در منعکس کردن وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران تشکر می‌کنیم. ما ملاحظه کرده ایم که گزارش‌های سالانه وی مدام دقیق‌تر می‌شوند و به مسائل گسترده و مشخص حقوق بشر در ایران می‌پردازند. دکتر شهید گرامی، همانطور که گزارش شما نشان می‌دهد، سیستم انتخاباتی ایران مبتنی بر فساد است و فاصله زیادی با سیستم انتخاباتی آزاد و منصفانه دارد، چرا که شورای نگهبان به شکلی تهاجمی و گزینشی کاندیداها را حذف می‌کند. انتخابات توامان هفته اسفند در نبود ناظران بین‌المللی برگزار شد. از جمله وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و اعلام صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان است. شورای نگهبان با رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب نقش مرکزی در اینکه تنها یک قرائت خاص از اسلام بتواند قوانین را تدوین کند داشته است. آقای علی محمد دستغیب یکی از این کاندیداهاست. وی با اینکه قبلا نیز عضو مجلس خبرگان بوده است، به دلیل عقاید اصلاح طلبانش مانند حمایت از کاندیداهای انتخابات سال 88 موسوی و کروبی رد صلاحیت شد. علاوه بر این 40 زندانی سیاسی در نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر خواستند که کرسی گزارشگری ویژه ایران را تمدید کند. با نهایت تأسف مطلع شدیم که برخی از آنان تحت فشار قرار گرفتند تا در مصاحبه تلویزیونی اعتراف کنند که گزارش‌های دکتر شهید دروغ و نادرست است. ما از تمامی اعضای این شورای محترم می‌خواهیم که از تمدید کرسی گزارشگری ویژه حمایت کنند تا جمهوری اسلامی ایران در برابر مکانیزم‌های بین‌المللی حقوق بشر نسبت به اجرای تعهداتش پاسخگو باشد. با سپاس آقای رئیس.